عدسته. اگر میخواییم فوش بدین دیگه نمیتونید سلام چطوری؟ خوبی؟ چیه چرا میخندی؟ گفتی فوش نمیتونید بدید میخواستم یه فوش بد بدید این امروز آقا من اینو بگم ما امروز کانون جان دوربینامونو رو سینماتیک چیدیم متوجه بچه ها یه شات گرفتم فقط خوراک اینستاگرامه سیس الان دیگه ببین دیگه سیس هز لیک دوبین اصلی رو بچه اصلی فرعی نداره نه حرف ای ای غلطی بود اون هفته <تصفح> که رومان و فرزاد فرعی بود <تصفح> این <تصفح> هفته آرام هم با ببین آرام و حسین اسم این آرام هست اسم این کورت اون گیاه توشی قاشقی قاشق چی نمیدونم چی اسمش اون گیاه امم آره سیس هز لیکت این تو خودکس سیس آره الان سیس سینماتیک ورشتین تو خودکس من یه توضیح ببین کجه دیگه قبلا روبرومون بود آها آه الان میبینی الان, الان... سی... آره حاجی <laughs> الان لازم دیدی کیا الان نیم روخ میگیره آره میتونیم روخ جدی بگیریم یه از رو احمقی یکی بگیر <laughs> امروز یه دونه شنونده هم داریم مثل هفته های از هفته بعد میشه از سیزن آره بعد. آره آدیانس از, از سیزن بعد میخوایم آدیان، لایو آدینس داشته اگه تو ونکوور هستید میتونید اپلای کنید با کووید تستتون بیاید بکران چک هم بکنیم کارون بالشتر رو بده با میتونیم میخوره نزدیک میتونیم واسه واسه لایو هفته دیگه میتونیم چیز کنیم میخوای سیسه بده مرام بگیرم بده خیلی بزرگه برای اول رو پا هفته دیگر میگفتن هرچون طرح تره جورابه چیه؟ لاما 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 ایز لاما بعد ایز لاما بعد آره امروز ها امروز هم بذار رو دیگه تو اپیزود بگم چون دیگه خیلی داره چیز میشه چه خبر هفته چه تو بود؟ عالی شما همین به هم بس من زیاد مهم نیست چون ما میدونیم هفتهش عالی بوده خب تو منم هفته خوبی بوده عالی آره تو چی عالی خیلی عالی دیشب خیلی خوش گذشت بابا رفته بودیم این خوبه دیشب کجا رفته بودین پیتزا فروشی پیزاش, <تصفح> خوب بود. <تصفح> <تصفح> پیزاش, <تصفح> بود پیزاش خوب بود پیتزاش خیلی نظرم خدای عطل... من قبول داشت یعنی عطل... من کمتر جایی رو قبول میکنم به صورت مثلا بگم خوب بود دوباره میخوام برم صحبت شده بود یه ذره کم فروشی کرده بودن ولی چی شده آره مثلا پیتزایی که قرار بود اون مدل قارچو داشته باشه اون مدل قارچو نداشته یه مدل جدی من که اینا رو نمیدونم سری من نون داشته باشه با پن کاری توش انجام شده, شده ولی در کل من هیسل مجموع خوب بود آره هیسل مجموع از این صحبت کنیم که سرورمون که اومد گارسونمون که اومد کارون محفه شده بود آره کارون کارون سیبیلر رو یه جوری داشت نگاه میگرد <تصحیح> که اصلا منم از این مثلا خوب مصنوعی ها نبود قد بلندشونه پهنه فلا نه مثلا قدش هم معمولی شونه هم پهنه نبود خوش بود آره یه مدل ایتالیایی ای توی سفتی داشتیم معلومه <تصحق> نه بود منم هم خوش آمد من هم میخواستم ازش حرف بکشم خیلی خوش که حرف میزن من داشتم از ی ادای لحجه ایتالیایی در میمون پاپا گوتسی بعد دیگه هفته بعدی داشتم تو چی؟ تو تعریف کن داستان شد دیگه داستان شد دوز به ما زد نه بابا آره حاجی دوز آره تو از در بیاری که نمیدونی چرا میگی؟ خیلی مصنوعی بود از این کارو مصنوعی تر مگه داریم دوست کجا او مای گاد وای خودت سالمی آره من توی مرکز شهر از تو ماشینم کیف کارم زدن توش لپتاپم بود و شارجرش خیلی مهمه چون شارجرش رو چیزایی دیگر رو استفاده کنم و دو سه تا عطر و این چیزایی که تو کیف کار بود و دو تا هند سانیتایزر بردن و یه سری چک بردن و چک چک آره چک سر کا چک سفید آره امضا نشده بود نه ولی خب آره این بده من ام داون بد به قول خارجی ها ولی بعدش چکو باید چیکار کنی وقتی میدازم زنی میزنی بانک کنسل میکنی سریال نامبرشو نه نه میگی که چک مثلا 300 تا 310 ده ها مثلا کنسل آره جا. بعد ام... چیزی که هست بردن؟ ببین من ام... کلید ماشینم یا خود ماشینم نمیدونم هنوز خرابه ام... یا قفل میکنه یا در باز نمیکنه یا قفل میکنی باز میشه به چیز زنگ به اون در واقع دیلرشیپشون هم زنگ زده بودم گفته بودم میخوام بیارم برای تعمیر و من گفت دوشنبه بیار الان یک شنبه است یعنی فردا قرار ببرمش آه. بعد من داشتم میرفتم یه میتینگ سرکار بعد دیدم که کیفمو نمیخوام و اینا اصلا نیازی هم ندارم صندلی عقب بود کیفم گشتنش پایین تو اون چاله اون پا یعنی زیر تقریبا صندلی راننده بود تو دید نباشه تو دید نبود بعد من میتونگم تمام شد و زیاد اون روز کاری به کیفم هم نداشتم کنن کامتر هم نمیخواستم رفتم یه سری کار کردم میکردم رفتم آفیس کیف هم نیاز نداشتم رسیدم خونه دروا کردم که کیف هم وردم دیم نیست واه. و مثلا سه سه بعد روی این ترک اپل فایند مای اپل چیز. اپل نگاه کردم دم دوازده و نیم تو هیسینگز بوده واه. از کنار یه استارباکس چیزی رد شده وست شده اینترنتش اوه. ولی بعد دیگه وست نشده از اون اون الان اونجا فروش رفته فروش رفته که داشت الان اوراقش کردن الان مکزیکه الان عکسای نودم <تصفح> وسط شهره <تصفح> و... ولی حس بدیه چون منم جالبش هفته پیش لپتاپم داده من تعمیر و <تصفح> همین که نبود لپتاپت مثلا اه... یه حسی داشتم دیگه ببین. اه... من حالا نبودم. حالا خیلی جالبه من همون روز تو همون میتینگه نفری که بغل دستم نشسته بود لپتاپشو باز کرد بعد که که 13 اینچ بعد فیلم کردم که این هم سایزش بعد این میتونم آره خودم بفروشم مثلا این 13 اینچ این مثلا خیلی جمع و جورتر میشه جای مختلف برد اینا بعد که اتفاق افتاد حالا نه اینکه بگم ناراحت نشدم به خاطر اینکه بردنش ها نه اینکه میخواستم مثلا یکی دیگه بخرم فکر کرده بودم یکی دیگه بگیرم احساس کردم مثلا خیلی اتفاقی بدتری میتونست بیفته یعنی اونقدر مثلا ناراحت نه نقل... اگه مثلا ایمان دو سال پیش بود خودم رو جر میدادم احتمالاً ولی احساس کردم که حالا خداشو کسی مریضی نگرفت تو این مدت انقدر خبر ان ما شنیده بودیم ببخشید <applause> من دارم اینطور صحبت میکنم بعد <applause> دیگه دارم که خدا رو شکر این خورد مثلا پولی بود ضربش جونی و مثلا اونطوری نبود <applause> تا میخوره پولی بخوره آه، آه آه حالا نه خدا, خدا, خدا وکیلی من حاضرم فای خبرایی که فرهاد خیلی روش تاثیر گذاشته البته آخه چیز دیگه زد مثلا اینجا خوبی که داره بیمه اینا هست میشه آدم تا یه حدی شو بعید بدونم بعید بدونم حالا من پلیس ریپورت در واقع به پلیس اطلاع دادم که همچین اتفاق افتاده باید برم حالا پیش بیمه ببینم چیکار میکنن ولی دیلرشیپو سود, سود فردا میخوام ببین فردا میخوام باید. اونجا میخوام با یه ببر دیگه یه گالونه بردن نفت بردن. میخوام برم میخوام اینجوری برم رو دیلرشیپ بریزم رو خودم یه کبریت بزنم وایسم ایشون هم ببرید اینطوری بگم یا یه آر اس میدین یا میزنم اگه نه بزنم این میتونه اپیزود آخر من باشه تو پادکست اگر که بود تایز نشین تا پایان سیزن نیست با ما دیمونتایز نشین سر این قضیه ولی نه خیلی هست تو به من زنگ زدی من خیلی اصلا خورد شد امروز چیز داش میگفت حسین داش میگفت گفتش که فراد و فرزاد خیلی آدم با معرفتی هم بهشون میخوره گفتم که چرا؟, چرا گفتش که مثلا موقعی که زنگ زدی از فراد پرسیدی چی کار رو بکنی خیلی ناراحت شد آره ناراحت شد ما. آره مرسی خیلی بد بود منو برای چی گفت دیشب ما رو رسوندی دیگه تو <laughs> <مان کیلی بید. laughs> <laughs> هنو، هنوز به اصلا نخوردی تو ثابت کن هنوز نخوردی تو هنوز ثابت کن نه تو سر چیلو خویی هفته من اصلا نمیخواستم به زنگ بزنم آره اصلا تمام تلاش ها میکردم که با تماسی گرفته نشه چرا بابا اگر که من, جای تو بودم من, من نمیخواستم از... کسی بهم زنگ بزنه اینو بدونید آره به من زنگ نزنید اگر که من دوران خوب زندگی اه... بود جونم براتون بگه که آره دیگه داون بد داون که سلامتی باشه آره خلاصه ولی آره. اصلش یه فوتبال خوب بازی کردیم آره فوتبالش که به کنار خبر خوبش توییچ بود دیگه یوزرنیم هم شد ایمان خالی آی ام ای ام با مکاتبه با تویچ گفتم که تو چرا داش یکی ر... چیز کرده بود سال 2001 زارو... نه 2000 فکر کنم نه نه شاید 2011 2011, 2011. این مال چیزه حالا جالبه اکانت ایمان اون یارو درست کرده بود ام... چیش میگن لژندری اکانت مال مثلا خیلی قدیمی لگسی اکانت بود ببخشید چرا کارمندای لگسی اکانت بود مال جاستن تیوی وی مال قبل توییچ تویچ قبل این چیزی بود به نام جاستن تی وی بعد شد توییچ اون موقع اصلا جاستن تیوی بود بعد یکی داشتش شو اینا بعدم مکاتبه کردم گفتم که اون که خیلی وقت فعال اصلا فعالیتی نداره هیچ کاری نمیکنه لاگین هم نکرده من چندین بارم سعی کردم بهش بزنم ببینم شما مثلا حاضره مثلا بده فلان و اینا جوابی نگرفتم منم که پارتنرم این ورم خیلی فعالم هر روزم استریم میکنم اینو بدید به من باشه. با کلی نه با کلی این ور اون ور چیز و اینا اه... شاید یه ما مکاتبه بودین آره بالاخره من تونستم ازشون اه... اکانت ایمانو بگیرم رب. خیلی ولی سیست داره الان یه دختره بحاره. هست اه... اسمش از پوکیمین اه... اسم اونم ایمانه ولی چیزش هست پوکیمینه پوکیمین آره پوک ایمان ای یه هم چیزی آه. بعد اون هشت میلیون فالوور داره میزنی ایمان من اول میاد کجاییه یعنی تو چه فرهنگی دیگه این اسم اسم دختر هست نمیدونم آسیایی شکله ولی خب نمیدونم توی ایران هم ایمان اسم دختر هست آره من من نشته بودم چه جانه ایمانه نه نه آقا ایمان آقای ایمانی داشتیم فقط میگی تو همون داشتیم فامیل شما بود داره یکی داشت یکیش گفت خودم هسه دوام ایمانه البته پسر هست پسر اصلا نمیشه آره یکی از فامیل ما بود اصلا ایمان بود سعی کردیم خیلی دوری بکنیم از فامیل خیلی آکورد میشد اوورلپ بعدی آره این از هفته من جالبه رفته. اینستاگرام یه قانونی داره که اگه یه یوزر نمی گرفته باشه فکر کنم اگه 6 سال خب به... این باشه میتونی کلیمش کنی از این حرفا جدی آخه اینستاگرام هیچ چیزی نداره بخوای بهشون ایمیل بزنی از چجوری اره صحبت نداره, کجاست بیا تو کلاب هاوس کلی کارمنداش اونجا هست آره. م... م... کلاب هاوس از... چی شد کلاب هاوس چی شد من هنوز یه سری کل کلاب <تصفح> هاست جم شد هیچ چیز دیگه نمیره چرا مان. نه فعال است <تصفح> یه سری نوتیفیکیشن میاد هنوز بچا میرن میرن ولی کلا اون تبه خوبی جای پادکست رو میگه اوایل یاد میاد تمام رومای چیز تمام رومای کلاب هاست این بود که آیا کلاب هاست جای پادکست و بقیه رسانه های اصلی رو میگیره مثلا بی, بی بی سی او یا بی ورشکست میشه بخواد بابا من لبه کنید همه اولش خوبه بعدش اومد همه چیزمون رو لیک همه همه اطلاعات اینا مون هم لیک شد همه چی لیک شد نشده بود <applause> <applause> این دفعه دیگه صدای منو دارن نیست صدای من نیست اینجا تو استریم و یوتیوب و لپتاپم گرفتم عکسای لختم که اومد یکی ما میتونم بسازم کاملا ولی لپتاپت گم شد چیکارا کردید با با اپل اینا اطلاع دادی مثلا آره اپل که الان اینطوری کردم که از سونس که روشن بشه ایریس میشه همه چی آه اون خوبه اونو داره آه. بعد نوتیفیکیشن میاد لاک میشه روشن نمیشه دیگه نه مثل آیفون ها نیست که مثلا یه هارد ریست بکنن از نو بیاد بالا این امکان نمیده. نداره نمیده. شاید, شاید, بشه. شاید, شاید بشه. شاید بشه شاید بشه من فقط نگرنه این بودم که بیان اینو مثلا دل رو داشو هاردش ولی نمیتونن دیتاشو دسترسی بده خود اپل نمید یارو آروم نیست سری قتلی چیزی بود اپل باز نمیکرد اونم چه اخر باز کرد باز کرد آره باز کرد بعد اوردری که اومده الانم که اپل دیدین چیکار میخواد بکنه چیکار میخواد بکنه میخواد به عکسای دسترسی خاصی داشته باشه که اگه شما فعلا هم قرار رو آی مسج اتفاق بیفته که اگه شما عکسی میفرستین که توش آزار و اذیت کودکان باشه عکس رو نمیبینن ولی حالا اون چیزی که فیچری که داره میفهمن که اینه و سریع به پلیس اطلاع میدن خیلی چیز شده خیلی جنجال برانگیز شده ولی تو آی دیگه نود نفرسی نه ولی خب یه اصلا معرفی کردن و اینا یعنی که این بده سراشیبی لیزیه آره آره سلیپری سلوپ میخواستی بگی ها بریم سر اپیزودمون آیا این بریم کجا بریم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و فرزادم با, با سلام فرهاد با من. سلام فرهاد و فرزادم با سلام سلام امروز ما کلا دیگه دیدیم که شماها نسبت به اینکه ما جامون عوض کردیم اذیت شدیم گفتیم که کامل عوض کنیم که دیگه خیلی اذیت بشین امروز اولی باریه که در تو چهار سال یعنی دفعه اول من تو اپیزود نمیریم آره اولین باریه که من و کارون اپیزود نمیریم و فرهاد و فرزاد قرار با هم دیگه یعنی یکی نه از, از ماها نمیره باشه. اصلا منظوری نبود نه آیا قرار هر دفعه این صحبت باشه بله بله, بله. بله. فعلا هست اولین باری که فرهاد و فرزاد دارم با هم اپیزود میرم برای همین نشستن رو صندلی اصلی و اینم بهتون بگم ما شاتامون الان سینماتیک شده اگر که دارید از یوتیوب نگاه میکنید میبینید یه سیس خاصی داره از یه سمتی داره مثلا از یه زاویه هست نورش مریضه نورا مریضه قشنگ مثلا از خر فرهادی شات دارم میگیرم آه. الان میتونیم جدای نادر از سیمین بود نه چی بود جدای نادر سپریشن و الان اینجا میتونیم اجرا کنیم اپیزود همون طوریه یعنی سخن آره تاریک و اپیزود امروز مثل خیلی اپیزود دپرشن همش من نمیدونم. ایمان که سیاهیم همه سیاهیم فکر کنم فقط صدامونه که میره همینجوری هم تیره تیره هم <تصفح> بس بجره. بس بجره. چی میبینیم؟ بعد مارا. یه نور رو چیز میکنی؟ خیلی سیاهیم اوکی اه، چی؟ نه نه نورا رو پست اینا درست میشه فقط اینا فقط این خاموش نشه پست درست میشه دفعه پیش خاموش شد ببین آره ولی پیر شدم پیر سره ادیتش سره ادیت پیر شدم تا چهار صبح داشتم ایدیت میکردم چهار صبح چه خبر؟ همیشه خوب؟ سلام سلامتی باید تو یه دقیقه اتفاق هستی نیفتاده نه بچه هم پست و پریو پستیم الان چی کار کردی این هفته؟ من یه نصفه آفام بود همچنان ادامه داشت و از پنج شنوبری دیگه رفتم سر کار یه سر قبلش سفر و این برام پنج شنبه چتی پنج شنبه جمعه سر کار بودم چه خبر بعد بد نمیمس آره آره رخ هر روز داری من فکر کنم هر روزم آفی دیگه دیگه کلا دیگه آفی دیگه من کلا آفا دلش تنگ میشه واسه کار تو چه خبر من هفته یوگا خیلی کردم نه بابا واو چرا چرا خندیدیم حالا دیگه فراد بکن در... شواسنا داره میره تو اون وضعیت ببین تقریبا اولین بارم و با به تنهایی با یه خانم رو رو تو تلویزیون نشسته <applause> این بده بابا تنها یوگا کردی اما الان یوگا کلاس بس دیگه داشت باش حرف میزنه نه باز شده میگم میگم حالا میدونی که اون نمیشنبه چرا میشنبه که خانم بست دیگه ببین صبح دو شمه بیدار شدم بعد دیدم بدنم خیلی حالت پیرمرتوری گرفته بود نیاز به یوگا داره نه بعد من مثلا دو هفته بود شروع کردم یه سری استریچ های خیلی مبتدی انجام میدادم خیلی مثلا ساده کجاتونو فول بادی کمر و آها دست بعد دست جدی من نظره هیپ لگن نه نه چون بیشتر کمرم گرفته بود و گردنم چون من خیلی بد میخوابم قربونه گردنم خیلی خواب بعد پوزیشن خواهم خیلی بده. پوزیشن تو درست آره بعد این جواب نداد یه باید دو نفر صحبت کردم مثل ویدیو دیدم گفتم بذار این یوگا رو هم یوگا اول صبح یه چیزی انداختیمون متو متو فرش کوچیکو نشستیم جلو خانم <تصفح> <تصفح> بعد بعد کلی هم گفتم شد بیسی که و با مثلا با سفرادی که زیاد تجربه اون اون چیزه انکبوته اوکیه بعد زوم کنه دوست. یه جواب بالا اینجوری اسپایدرمن تور داره میاد پایین ببخشید بس بس زیاد مشکل ندارم آره خانم یه کششای به ما داد اینا واسهش گفتن بس تو رو جدت عوضش کن بعد تو گفتم عوضش کو یه پوزیشن خیلی نرم و ریلکس اونم چند ارتباط 15 دقیقه بعد. من چند دقیقه زاییدم چند بار زدی که حرف قشنگی نیست چیو چند, چند, بار در هفته انجام دادی آها دو شنبه انجام دادم سه شنبه نشو چهار شنبه پنج شنبه جمعه رو انجام دادم خیلی خوب من بود. میگم بعد بیزو یه یوگا با هم بریم همه بریم. بریم من من همیشه عاشق این جور کارهای دست جمعی هستم ولی نمیاد بریم که فان داشته <تصح> این بده آره خیلی خوب بود ولی خدا رو شکر ولی 15 دقیقه من فکر من تافه <تصح> کردم چی تاف یعنی کار سختیه گفتم 15 دقیقه سری میگذره هفت دقیقه که شده بود اصلا حس کردم فشارم افتاده چایلد پوزیشن هم رفته ای؟ بله بله یه خیلی بحارم. دو دوتا خانم هستن توی نیویورک اینا مربیه یوگا هن. بعد یه سری بوز یا حالا بچه بوز هم تربیت کردن که موقع یوگا گفتی بوز آره بوز, بوز. <laughs> بعد بز. بز. تربیت کردن موقع خوب. یوگا تو اون کلاس اینا رو بل میکنن چهار پنج تا بوزه بعد همین فکر کنم رو چ... چایل پوز یا پوزای مختلف این, این میپرن روت آخ رو کمر با این کار بعد کلن حس میکنن سخری میپرن روت درست. چایل پوز که سرپاد تو هواس یعنی به پرن روت خیلی بد میشه یعنی یو فیسینگ اپ اون آه. خیلی اون یه دیگه است میدونم رو بله، سوج درو کوه. ا این بده. سجده، سجده. بریم سر اپیزودمون. وقت تنگ بفرمایید. ببینم چی آوردی برامون. اپیزود چقدر خوشبگذره. ما کاندیدا ما اپیزود شما میشینید. ب... اپیزود چار... نه 0 میشینیم. 304. درسته اپیزود 304 ماست. بله. در رابطه با مدارس مسکونی شبانه روزی بومیان کانادا. یا رزیدنشال اسکول همین که خبرش یه مدت پیشتر اومده بود آره همین که خبرش در اومد و حالا خیلی جزئی هم توی چند اپیزود گذشته گفتم آره. این بود که اواخر می بود یه خبری اومد که نزدیک 215 گور دست جمعی بینامونشون پیدا شده بود تو یکی از همین شهرهای استان بریتیش کلمبیا که ما هستیم یه سوال 215 یه گور 215 نفره یا 215 تا گور مختلف دست جمعی نه یه گور 215 نفره باشه ولی همه همین چسبیده به هم خیلی آره دیگه خیلی بعد پیدا شده بود که کلا هم عموم کانادا رو یه شوک عجیبی برداشته بود مخصوصا حالا جامعه بوم. بومیا و اعتراضات مختلفی تو سطح کل کشور اتفاق افتاد و مثلا خیلی یه همبستگی هم ایجاد کرده بود خیلی مردم حالا مردم غیر بومی با بومی های حس همدردی خاصی بومی پیل. که میگی بگو دیگه ما تو ایران مثلا میگفتیم سرخپوست و اینا اینجا آره بومی محسوب بعد یعنی بعد اون بعد حالا میگم که ایندین یا ایندیجنس پیپل هم حالا به <applause> انگلیسی <applause> ازشون یاد میشه بعد این گذشت خب حالا جاستین ترودو که نخست وزیر کانادا یه سری بیانیه هایی داد یه سری اسخایای کرد از سمت خودش گذشت و تو ماه جون 24 جون یه گور دست جمعی دیگه با 751 نفر نه no, با آره توی ساسکاچوان پیدا شد خوب؟ این دیگه خیلی بد بود این بده آره این عجیب غریب بود جاستین بلند شد صبح گفت این بده <تصفح> <تصفح> 751 نفر خیلی عدد زیادی بعد من مثلا یه دو... یه ویدیو دیدم که یکی از این سران این قبیله ها صحبت میکرد خب ناراحت بود خیلی معلوم بود که متاثر شده از این داستان ولی من نمیدونم که مثلا خیلی رنجیده باشه و خیلی شوکه شک... شده باشه بعد اتفاقا یکی هم تو جمع ازش پرسید گفتش که تو به نظر میاد یکم مثلا آرومی نسبت به این فاجعه گفت ببین ما تقریبا همه مایی که بومی, بوم بومی هستیم ما بومی ها میدونستیم بزرگ شدیم با این داستان یعنی ما, منتظر همچین روزایی بودیم هیچ آماده شده هیچ برای چیز برای شکف... از شکف زده نشدیم با پیدا شدن این گورای دست جمعی و گفت خیلی ناراحت کنند از خیلی ناراحت میشیم ولی یه چیزیه که ما شبانه روز نسلا در نسل باش بزرگ شدیم این تراماش اون اون تاثیرش رو روح و روان و زندگیامون بوده و حالا که اتفاق افتاده خب خیلی خیلی تاسف برانگیزه ولی ولی مثل بقیه مردم ما خیلی این این شوکه رو نداریم آخه چون همه میدیدن که اینا اون, اون, اون اون شکش رو در نداشتن و یه سوالی شده بود ایشون اینطوری جواب داد ولی کلا خیلی خیلی دردناک و خیلی سخت بود ما هم که مثلا اومدیم دبیرستان یه خیلی جزئی خیلی سطحی راجبش خوندیم توی, تاریخ توی که سوشال استادی اسم من یادم نمیارم چیزی خون در مورد حالا این اتفاقای عجیبی که افتاده من فکر یعنی یادم نمیاد نه نه راجب این دیتیل ها که اصلا خیلی جزئی میگم فرضا چی نه چه آره چه ما هم خوندیم بود که تو ای اس ال داشتی کینیدن استادیز کینیدن استادیز من نخونم آره. تو ای اس ال نداشتی من ای اس ال فقط 6 ماه بود آه. فرق نداشت همون تو سوشال هم فکر 6 ماه بود سه ماه بود ای اس ال من این چیز بود چیزش خفن خب بوده زبانش زمان. خوب بوده آره آخه این کتابای درسه میتونه واقعیت رو واستاب نمیدن دیگه من یادم یه یاد دور سر کار صحبتش بود بعد اونجا ما یه سری کانادایی داشتیم اونا داشتن تعریف میکردن که اصلا چه جوری اروپا وارد شدن چه جوری قبایل اینجا رو از بین بردن و اینا ولی خب میگفتن تو کتاب‌های درسی بچهای ما هیچ وقت همچین داستانی نیست دیگه از اونورم کلا حکومت رو دست میبرن تو کتاب درسی, های تو کتاب درسی این اجتماعی ایران جدید اومده توش نوشتن که ایران یکی از جزو کشورهایی که خیلی خوب تونسته بود کووید رو مدیریت کنه بعد تو چاپ جدیدش همین که برای این مهر داره میاد همین بله همه کشور تاپ دنیاست توی مدیریت همه چیز زیر سر انگلیس است آره. خدا آره بعدم جاستین ترودو دیگه این واقعا گفتن اینو عکس کتاب هست اینجوری با استفاده از تجهیزات پزشکی پیشرفته و فلان و فلان م... همون عکسایی هم که اومده بود یه آمد. پیام دارم برای کسی که این رو نوشته <applause> <applause> چه جوری میتونید بنویسید همچین چیزی رو اون جوک میشه دیگه بعد جوک آخه نمک روزخ زخم دیگه اینجوری ملت رو چجوری دارن میبرن از اون پیام به بدمش بابا خیلی یعنی چی همه فک و فامیل ما افتادن دارن دونه درن دونه میمیرن یارو نوشته ما خیلی خوب مدیریت کردیم آه. دیگه اه محدودیتی نیست توی دورو گفتن و یاوه گفتن هر همین تو بی چشم چی نه چی نوشته یکی تو توییتر یه بال با نوشته بود نوشته که دیوار هاشا بلنده ولی نه اونقدر که شما فکر میکنید فعلا که برای اینه بلنده برو بریم, برو بریم. بعد آره این سری هم که این گور 751 نفره پیدا شد جاستین ترودو از کلیسای کاتولیک تو واتیکان خواست که مسئولیت خودشون در خصوص این قربانیان می مدارس رو به عهده بگیرن و چون که همه این مدارس زیر نظر کلیسای کاتولیک مدیریت می شدن و هر هر سند و مدرکی از اون دوران دارن رو به عموم چیز بکنن ارائه ارائه بدن. ارائه بدن. حالا افراد مختلفی تو لیول های مختلف دولت اصخایی کردن شروع کردن رفتن به خونه های این افراد به, به محل هاشون و حالا تا اونجایی که میشد ابراز همدردی خودشون رو نشون دادن حالا یه میخوام تاریخ رو بگم و اینکه حالا یکم جزیات که چه اتفاقاتی میافتاده توی این مدرسه ها و چقدر مثلا درناک بوده اینم قشنگ یا حالا نمیدونم قشنگ یا نه ولی اینکه یکی مسئولیت رو به عهده میگیره یکی میگه ببخشید خیلی کم میبینیم توی ولی مثلا نزدیک 150 60 سال گذشته نه دارن میگن دیگه. همین که یه نفر میگه آقا من همدردی میکنم با شما براه. این قشنگه یعنی این بازم یه هر تسکین هر هر یک درصدی هم میده تا اینکه هیچی هیچی نگه نه خیلی خوب بوده با, با مردم که مصاحبه میکنه یعنی با همین بومیا خیلی راضی از نوع برخورد دولت حالا به طور کلی نسبت به دولت قبلی با که با اینکه خیلی, خیلی مستقیم هم حالا در خیلی مستقیم که اصلا مستقیم در دخیل نمودن تو این اتفاق بعدی نه نه این اشخاص نبودن نه به هر ولی میگم ولی وقتی وای میسه مزد خواهی میکنه یعنی آدم پریه دیگه خب بچا اینا که اینجا به واسطه ای همون کارهای اون موقع اینجا وگرنه که خب آره دیگه کلش به جور دیر پرچم کانادا تموم شده دیگه برای همین یعنی اون کارو انجام نمیشود مثلا همچین دولتی سرکار کار نبود این کشور دست بومیهای خودش میموند ولی ما می نبودیم اومدن بله شستن بردن برای اولین بار طرح مدارس شبانه روزی توسط نایب فرماندار کانادا آقای پرگرین میتلند تو سال 1820 پیشنهاد شد که باور خیلی قدیم این آره این این پیشنهاد شد داد یعنی تخمش رو کاشت و باور داشت که کودکان بومی و نه افراد بالغ این جامعه بهترین راه برای اعمال نفوذ جهت تغییر فرهنگ این قبیله ها هستن دولت هم خیلی خوشش اومد دولت اون موقع حالا چیدمانی که داشت و به رشد مدارس شبان روزی خیلی علاقه نشون داد و اون رو عامل ارزشمندی توی ادغام و یکی کردن قبایل بومی با فرهنگ و جامعه اروپایی کانادایی اون موقع میدونست سال 1830 اولین مدرسه شبان روزی تاسیس شد توی اونتاریو استان اونتاریو و حالا سرمایه هم که میمد و تزریق میشد و حالا کمک میکرد که این مدرسه ها ساخته بشن و پیش برن و ها رو بگیرن اینا رو وزارت امور بومیان دولت کانادا اون موقع تعمیم میکرده و همونطور که گفتم کلیسای مسیحی کل این پروژه رو اداره میکرده و میچرخونده طبق لایههی که سال 1876 و بعد یه اصلاحیه که چند سال بعد 1776, 1776. و اصلاحیه که به اون تو چند سال بعدش سال 1884 خورد ثبت نام کودکان بومی تو مدارس مردس... مدارس اجباری شد چون تا مدت یه سر از خانواده بچه‌هاشون قایم میکردن هم از هم از بقیه افراد توی توی قبیله هم, از افراد توی دولت چون که اگه متوجه می‌شدن که میوردن و بچه ها رو جمع میکردن توی یه حالت های خیلی بدی اجباری دی مثلا سربازی ما رو بچه ها می دیگه طرف با می آره ولی دیگه این قانون شده بوده هر کسی دیگه سرپیچی میکرد و متوجه میشدن کل خانواده توبیخ میشدن حتی بعضی وقتا اعدام میشدن حالا به روش هایی که اون موقع بوده هشمای همه ریخت آره یکی از هدف های اصلی این نظام مدرسه ای که تو کانادا بوده از بین بردن تاثیر فرهنگ بومی توی کودکان و یکی کردن و یکسان سازی فرهنگ قالب کانادایی به وجود اومده بود عموماً این مدرسه ها به طور عمد خیلی دورتر از قبیله ها ساخته می شدن که حالا با وسیله که اون موقع بوده حالا اسب و یه سری گاریهایی که بوده و اینا خیلی سخت می شده اگه کسی هم میخواد فرار بکنه بره به خانوادهش برسه و امکان تماس بین بچه و خانواده‌هاشون به حد اقل میرسیده دیگه وقتی که میمدن و تو مدرسه به قولی حالا ثبت نام میشدن و شرکت میکردن بعضی وقتا مثلا دیده میشد که یه سر دی... حالا من میگم دیده میشد از زبان کسایی که اینا رو تعریف کردن اه... که خانواده‌ها یواشکی قاچاقی طور میمدن مثلا چند صد متری یا حتی کیلومتری چادر میزدن و از دور مثلا خیلی خفیف بچه ها رو میدیدن یا اصلا حتی بچه خودشون هم ولی همین که میدونستن تو همین مدرسه است صداشون رو میشین از بازی و ایناشون این یه قوات قلب بوده واسه رو اینطوری سعی میکنن تا برقرار بکنن یه سری پروگرام تور بوده یه سری برنامه بوده که مثلا مام بابا میتونستن از خیلی وقت قبل درخواست بکنن از مدیرها مسئولای مدرسه که آقا اجازه بدید ما بچه رو ببینیم خیلی هم به ندرت اتفاق می افتاد که این مجوز رو بدن ولی هر که اتفاق می افتاد بچه ها مجبور بودن که به زبان انگلیسی یا فرانسوی که یاد گرفته بودن صحبت بکنن به هیچ وجه حق نداشتن که با زبان بومی همون زبانی که باش بزرگ شده بودن صحبت بکنم و مامان هم بابام هم خب متعاقبا چون این زبان ها رو بلد آره نبودن آره. هیچی نمیتونستن بگن و این خیلی یه،, یه،, یه, تجربه خیلی تلخیه برای حالا اون بچه هایی که خوش شانس بودن مامان باباشون بیان ببیننشون که نمیتونستن اصلا با هم صحبت بکنه فقط با ایما اشاره و مثلا از عاطفی اون بچه‌ها هم آره مثلا وای میسادن پیش نبود که به اینا بگه. اصلا گیریم این آدم هم شما فرهنگش رو عوض کردی اون آدم دیگه آدم سالمی نیست وقتی بزرگ چون بچه میگن که آره توی کانتکست های مختلف استفاده میشه ولی تو این کانتکست اینطوری که تو بچه ها رو میتونی از فرهنگ جدا کنی ولی فرهنگ رو نمیتونی از بچه جدا کنی آره آه. 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 کی بودی تو ایما نتیجه <تصحنت> <تصحنت> گیری کرد بعد وای میستادن مثلا مام بابا با که میمدن واقعا با با میستادن بالا سرشون من دارم من یه جوری شدم اگه حرف میزدن کلی تنبیه مام بابا هم که دیگه هیچ وقت بچه ها نمیدیدن یعنی روالش هم نمیدیدن قرار نبوده ببینن دیگه بچه‌شون رو اینا اونقدر دور نیست ولی 200 سال پیش صد خ... همین این نزدیک بودنش خیلی یعنی آدم آخه یه جوری شودن... داری میگه همین الان نمیبینیم همچین چیزی حالا و... بیاد اپیزود بعدی اپیزود رفتی در موردش چی؟ دو هفته پیش آره بفهم ادامه بده آره اینا با این کاری که میکردن و جدا کردن بچه از خانواده و زبان اجدادشون و قرار اونا تو این آسیب های فیزیکی و جنسی فیزیک آسیب آز... جنسی, هم, جنسی آزیب هم خیلی بوده آره البته آره آره. آره. چیز دیگه الانم آره. الان هم توی کلیسای کاتولیک خیلی پرونده های مختلف برای کودک آزاری وجود داره دیگه بر آسیب, آسیب جنسی که میدن خیلی خیلی همین چند وقت پیش بود اونم هم آره. خیلی, خیلی چیز شد داستان دیگه شد نتونستن بذارن آخه باز چی شد حالا سرپوش نذاشتن روش ولی چه اتفاق افتاد ولی جالب بود اینو گفتی میگفتش که خونواده هایی که به این واقف شده و خانواده مذهبی خیلی بیشتر حواس جمع میکنن یعنی مثلا اگه قراره برن حالا یه جلسه چیزی هست میرن عموما وای میسن پشت در خیلی اصلا کار اشتباهی دیگه, دیگه. مثلا طرف اعتقاداتشو داره حتما بچهش باید بره مثلا یه چیزا یاد بگیره دیگه چهار چشمی حواسش جمع میکنه پشترش آب میریزن و میگن به امون خدا سالم برمیگردی <applause> من یه نکته دیگه در مورد همین زبانی که گفتی بچون چون برعکسش هم من شنیده بودم که این بچه‌ها که وقتی رفتن تو این مدارس باز دوباره انگلیسی فرانسوی بلد نبودن و این معلم چقدر باشون بد رفتاری میکردن که نبودن بعد از این همه بد رفتاری که با کلی آزار و اذیت و تنبیه های اینا یاد میگرفتن میدونم می ولی همون اولش هم که میرفتن مثلا بچه آب میخواسته به دره. زبان خود بومیش میگفته من آب میخوام ولی اونا یه طوری رفتار میکردن که بلد باشه مثلا آبو به انگلیسی بگی یا فرانسوی بگی خیلی مشکل داشتن ما یه معلم تقریبا توی ما داشتیم یه باشه آه بله تو همین کاندا شما آب میخواستین؟ <تصفح> ما آب می مخ... آره چیزایی مخ... <applause> <applause> آب داشت این بده خب دانش آموزای دانش آموزان فارغ تحصیل از این مدارس به دلیل جدا شدن از فرهنگ خانوادگی خودشون و اجبار به صحبت کردن به زبان انگلیسی و فرانسه هیچ وقت نتونستن خودشون رو متعلق به جامعه بومی بدونن و از اون طرف هم از سمت جامعه کانادا مورد برخوردهای نجات پرستانه قرار می گرفتن همیشه یعنی از این, از این بر مونده از اون ور رونده شده دقیقا حس کنید از... این... ذره شبیه چی من به تو گفتم گوش ندی آره نه نه اصلا حالا ما که مهاجرت کردی باز یه ذره شرط مشاب حالا نه به این شدت قطعا ولی خب آره نمیخوای مقایسه بکنیم ولی خب آره یه ذره کسایی که مهاجرت میکنن هم این حس رو دارن حالا من به شخصه هیچ وقت حس کانادایی بودن که نخواهم داشت از اون چون دیگه مقدار فاصله میگیریم از پاسپورت تو بگیری اینجا. دیگه هیچ از فارسی صحبت نمیکنیم <applause> از اون چون فاصله میگیریم از ایران یه ذره از اونجا هم داریم دور میشیم و این خیلی. این بعد <applause> تو این برزخه ای. تو این آره یعنی نه... و میمونی یعنی من اون روزم که بهتون مسیج زدم در مورد حالا چیز دبی و اینا میمونی یعنی دیگه اومدی اینجا بمونی دیگه ولی یه سریار میبینی که واقعا دمشون گم یعنی بعضی ها میتونن وفدن خوشون آره. اون دیگه شخصیت طرف دمش گرم من نمیگم کسی که این کارو میکنه از آدم بر هم هستن اون آدما باشون که صحبت میکنی شون. اون اون تیکر. رو چون میدونی ما ببنی... صبح که بیدار میشیم همش اون فکر ایران ایرانه, ایرانه رو گذاشته کامل کنار دیگه من آه. فکر نمیکنم چیز بدی باشه اه... چی میگن اه... چیزی در مقابلش نداره اگه انتخاب خود یارو تصمیم خود یارو بوده و اگر این توی راحتر داره زندگی میکنه داره راحتتر زندگی میکنه من نمیتونم بیام بگم اینجا نه تویی که در ایران به دنیا اومدی باید همیشه ایرانی باشه اینا که چه بره آره منم فکر ده. ده یکی... یکی از میراثایی که این نظام مدرسه این سیستم به جا گذاشت این بود که باعث شد انتقال فرهنگ و باورهای مردم بومی به نسل‌های بعدی دچار اختلال بشه و این حس بومیت روز به روز توشون کمرنگ تر بشه و همچنین باعث شد که اختلال استرس ناشی از آسیب روانی اعتیاد به الکل مواد مخدر و خودکشی تو این کامیونیتی تو این جامعه به شدت بالا بره که الان هم بالا مونده یعنی یه, ام. یه گرافیه یه نموداریه که شروع شده و هنوز بالا مونده و همینطور هم بالاتر داره میره داره. و هنوز این بنده خدا دارن باش دست و پنجرن میکنن یعنی حالا یه, یه مشاهده یه خیلی سطحی که ما تو همین شهر خودمون میتونیم داشته باشیم اینه که یه قسمتی از حالا قسمت های از شهر آره آره. حتی سمت ما هم الان خیلی پیش اومده میبینیم مثلا تو خیابون این بی ها حالا به قولی هوملس بهشون میگن بیشتر جمعیتشون جمعیت بومیه و آخه ببین مشکلم که اصلا جاهایی هم که بی خانمان نیستن و مثلا چون تو مناطق خودشون زندگی میکنن یعنی خیلی کمتر پیش میاد که از کامیونیتی خودشون از اون جایی که بهشون تعلق دارن مثلا بیرون باشن اگر یه مثلا یه فضایی هست که صد تا خونه توشه تقریبا همشون بومی هستن خیلی کم پیش میاد که یه نفر بیاد توی جاهای دیگه مثلا خونه بگیره و اینا توی اونجوری ها میبینیم که مثلا خیلی این مشکلات وجود داره همین مصرف الکل آره، و اینا آره. یعنی خیلی خبرایی که میاد از اون قسمت ها معمولا به خاطر این جور آره یعنی الزاما فقط, فقط بی خانمانا نیستن که با این نه مصرف نه خانواده داره. یعنی خون... کسایی هم که حالا دستشون در واقع بازتره هم آره یه بهش آره. میگن ترانس ترانس جنریشنال تروما یا ترامای بین نسلی. نسلی آره که اینا اصلا این, این, این گروه از افراد خیلی اه, یه کیس استادی عجیب غریبه اون او اصلا یه, یه اپیزود خیلی باحال میشه حالا باحال که میگم اشتباسا اوکه. آره ولی خیلی پربار. اپ... آره پربار و عمیق میشه اون جاش نبود که اینجا بشه یه سیزن وعدی فرهاد بشه آره. ما دوری میشینیم ما. یه سیزن اینا برن, من سیزن اینا برن. یه چهار سال،, <laughs> سال شما برید یه براندازی نرم چهار سال دومه خب <تصفيق> فکر نکن آرم آرم اومدیم دیگه خودکس رو دست گرفتیم و تیشرتش از... هم پوشیم آره دیگه از... نگاه کن فرزاد از... صفت نشستم رو پشت سنن... سحنه شروع کرد اگه یادتون باشه فرزاد الان اومدیم تو خونهش الان دیگه وسائل هم نمیده ببرم موقعی که سواد میکنیم که بزنیم جا باشه الان اون جلوه و دست گرفته کارو یه دستت کار من تماس تلفنیه سر کارم هم دیگه با این میکروفون انجام میدم اینقدر مسلطم به کار همه چی دستشه کمیسیونی تشکیل شد به اسم حقیقت یابی جویی و ترمیم روابط راست اینا که فوت می معلومه چرا بچه ها فوت شدن میگم آخرش هم... میگه همیشه میگه تو کمیسیون رسیدی ولی آره یه 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 کمیسیون مجمع نظام پر یه کمیسیونی تشکیل شد به نام آره گفتم حقیقت یابی جویی و ترمیم روابط یا Truth and Reconciliation Commission of Canada که بیاد پرده برداری کنه از حقایق مربوط به این مدارس و حالا اتفاقات و جنایاتی که رخ داده این این, این کمیسیون تو جون 2011 تشکیل شد این این کمسیون یه این کمیسیون یه بررسی وسیعی انجام میده حدود 7000 تا استشهاد از بازماندگان این مدارس میگیره و رویدادهای مختلف محلی و ملی برگزار میکنه تو سرتاسر سر کانادا که بررسی بکنه نقش این مدارس رو و بپردازه به تجربیات این دانش آموزان و به عموم مردم بیشتر بفهمونه چون خیلی از مردم هنوزم که هنوزه واقعا نمیدونن اون, اون, اون تصویر واقعی که واسه این افراد اتفاق افتاده این اتفاقاتی که این افراد درونش بودن و باش دست و پنجه نرم کردن و درک نمیکنن آره این یه کاری مهمی بوده که این سازمان کرده بباشر. این گیر کرد نمیتونست خب آره و در ادامه این روندی که داشت یه گزارش جامعه منتشر کرد و تونستن توی ثابت بکنن که این نظام مدارس چیزی جز یک نسل کشی فرهنگی نبوده ها. یه دستاورد خیلی بزرگش بوده این تنها دستاوردش بوده تقریبا تنها و بزرگترین آره ولی این که بتونن اثبات بکنن و بقیه هم اینو بفهمونن و قبول کنن خیلی مهم بوده در کردن این کاره یعنی اثبات شد و ها... سال 2015 این منتشر شده چی؟ خیلی نظر خیلی تازه است 6 سال پیش خو؟ آره توی این گزارشه میگه استعمارگران برای این باور بودن که برای مردم وحشی حالا این حرف درستی نیست ولی این عبارته که هرگز نتونستن خودشون رو متمدن بکنن تمدن به ارمقا می بردن و این حس م... این این حس که باید تمدن سازی انجام بشه از جایی نیومده جز حس برتری فرهنگی و نجات پرستی نسبت به بومیا همی... همیشه نگاه بالا به پایین بوده دیگه یعنی با اینکه اینا اومده بودن تصرف کرده بودن فکر میارن اینا یه عده افراد نامتومده اصلا یه مثال بزنیم اصلا یه که تو بیای بری اصلا یه جه دعوت چی بری خونه یارو بعد بگی اینجا خیلی مثلا دکورش بده شروع کنی به زور دکور خونه یارو رو عوض کرد دکورش بچه رو نه هم آره مثلا بچه هم بد تربیت کردی من اینم میبرم تجاوزم بکنی حالا دیگه اونجا رو نه دیگه تجاوزم میکردن دیگه این بده خیلی اصلا نارد کننده خیف این خانومتون خانومتون رو میبرم امر رو برمدشی یارو میبرده هم به میگه آره نه تخ... <مترای> <applause> <applause> آره. پس تخمین زده شده زعی. که ته این دوران حالا این دوران که میگیم از 1930 میشه که اولین مدرسه شکل گرفته 1830 ببخشید تا 1996 که آخرین مدرسه بسته, بسته شده داره. 150 هزار کودک بومی توی مدارس تحصیل کردن چی چند تا؟ 150 هزار آها و دانش آموزا تو این دوران با انواع سوء استفاده همونطور که قبلا گفتم سوء استفاده فیزیکی، جنسی و روحی از طرف معلم و حالا مقامات مدرسه رو برو می شدن سوء تغذیه و قوانین سختی بوده براشون یعنی هم از سوء تغذیه رنج می بردن هم یه سری قوانین مندرآوردی و سختی براشون وضع می کردن که تو هر نوع مدرسه دیگه اینا می بود خیلی غیر منطقی و غیر قابل قبول بود ولی خب این بچه ها، این بچه این دانش آموزا باید دیل باید دست و پنجه نرم می‌کردم با این می داره. بعد تنبیه های بدنی هم اغلب با این اعتقاد توجیه میشد که این تنبیه ها تنها راه نجات روح اونها از سرکشی متمدن کردن وحشی ها دوباره حالا این لفظ وحشی و تنبیه فراریان هست چون یه سری ها بودن که سعی میکردن فرار کنن براتون چند تا بچه ای که تو مدرسه بودن یه سری ها بودن که سرکش بودن دلشون میخواسته فرار بکنن ولی اینا برای ذره چش گرفتن و اینکه بگن آقا اگه فرار بکنین اینطور اینطور مثلا تبعات بدی داره گرفتن بچه ها رو بهش خیلی روش های بدی تنبیه میکردن میزدن شکنجه میکردن دیگه. آره شکنجه که تو خیلی از مواقع هم این تنبیه ها منجر به جراحات و مرگ میشده یعنی خیلی از این مرگها به خاطر تنبیه بوده که میشدن یا مثلا همین که فرزاد گفت اینا همون اول که وارد مدرسه ها میشدن نمیتونستن صحبت بکنن خب حالا معلمام که همه مثلا عالی و ده از ده نبودن انقدر عصبانی میشدن یا کنترل خودشون رو دست میدادن که بچه ها رو میگرفتن به قصد کش میزدن و خیلی از بچه ها توی همون پروسه تلف میشدن چون اکثر بچه ها هم از هفت سالگی وارد میشدن دیگه بچه هفت ساله جسته خیلی کوچیک و نحیفی داره حالا توی مدرسه جمعیت بیش از حد بهداشت نامطلوب نامناسب سیستم گرمایشی و سرمایشی اصلا ناکار آمد و همینطور کمبود امکانات بهداشتی اینا باعث شد که تعداد مبتلایان به آنفولانزا و سل اونقدر توی دوران زیاد بشه که توی یه مدرسه توی یک سال 69 درصد دانش, دانش آموزاش فوت شدن 69 درصد این رو واکسین هم نمی کردم نه نمی نه اه آه نمی دونم... آره نمیدونم آره چون اشاره هم بهش نشده بود سری... ببخشید اینو میگم یعنی صحبت قطع میکنم ولی یه جوش میگفت که تقریبا بیشتر این مدارس اصلا هیچ معلم بهداشتی هم نداشتن آره چون مشکلی که بوده این بوده که توی اروپا خب خیلی از مریضی ها اومده و رفته بعد تمدن آدمایی که تو اروپا بودن بدنشون ایمن شده بود به این اصلاً ولی وقتی که رفتن آمریکای جنوبی و اسپانیا یا گرفتن یه درصد عجیب غریبی از بومی های اونجا مثلا 50 60 درصد اگه عدد درست یادم باشه اصلا از بین رفتن به خاطر مریضیایی که اروپایی ها بدنشون ایمن بود با خودشون بردن, بردن آمریکای جنوبی اینجا هم ممکنه که همین سل و این چیزایی که میگی دلیلش همین بوده باشه مثلا خود اون معلم ها و اینا بدنشون ایمن بوده بعد آره. به این بچه ها دیگه آره چون این جامعه ها که اعتمادش کم بوده با این. نه اعتمادش کم نبوده آره اه... تو بیشتر وقت هم که مدرسه ها با کمبود پول و سرمه مواجه می شدن دانش آموز رو به انجام کارهای خیلی سخت و طاقت فرسا مجبور می اعمال شاقه آره عجیب غریب مثلا واقعا این بوده که مثلا سنگ میذاشتن رو کلشون از مثلا یه مسافت طولانی ببرن بالا که مثلا یه پناهگاه طوری درست بکنن مثلا برای بارون اینا یه سخفی بزنن چیزای عجیب غریب که تو ظاهر برای تبلیغ به عنوان نوعی آموزش برای مثلا مهارت های حرفه از اون یاد میشد ولی تو این بین تعداد زیادی از این دانش ها به دلیل فشار زیاد کار و شرایط سخت جون خودشون از دست میدادن این دوران که گفتم بیشتر از 100 سال طول کشید تعداد مرگ و میرش رو هلوهش 6 هزار نفر برآورد میکنن و مجهول بودن این عدده و یعنی دقیق نبودنش به خاطر اینه که خیلی از مدرسه ها عددهای تقلبی گزارش میدادن و یا اینکه خیلی هاش توی این سالها هم از بین رفته هم یه سری از بین بردن به خاطر اینه که این 6000 تا حالا نسبت به اون مصاحبه هایی که با افراد شده نسبت به اون چیزهایی که حالا نسل به نسل اومده یادت به دست اومده ولی حالا در ادامه اینو بگم این صحبت آخری که ترودو کرده با کلیسا و قراره که یه سری از داکیومنت یه سری از مدارک آزاد بکنن و بتونن عموم بهش دسترسی داشته باشن قراره که یک دید بهتر و دقیق تری نسبت به اعداد و عمق فاجعه بده حالا اونم تو واقعا امیدواری که اسناد و مدارک به صورت کامل و منطقی به دست این قراره یه دستر. سری مدرک بدن دیگه حالا نکته مثبتش اینه که تا امروز چندین بار که حالا عذرخواهی کرده بوده کلیسا ولی کرد آره آره کرد آره، آره، حالا اوکه. میگم ولی الان بعد این واقعه 750 یه نفره گفتن که اوکی ما حالا این مدارک بوده تا الان هیچی نگفته بودیم حالا بهتون یه مقدارش رو میدیم فعلا <تصفح> <تصفح> باشه تا گروه بعدی که پیدا شد بهتون میدیم آه، خیلی مسخره است اه... همه جای دنیا یعنی یه ذره کمتری یه ذره بیشتر بله کیور بعد تایید اشتباهات انجام شده توسط این سیستم تو اوایل دهه 80 شروع شد یعنی 1980 و شورای عمومی کلیسای کانادا به درخواست مردم بومی تو سال 86 جواب داد و از اونا به خاطر بخشی از کارهایی که کرده بود خواهی کرد. 86 بعد سال 90 یه سری از اون دانش آموزهایی که دیگه تحصیل شده بودن وارد جامعه شده بودن اینا شروع کردن به اعتراض کردن شروع کردن تجربهاتشون رو بازگو کردن م. که این تقریبا اولین باری بود که افراد تجربه دست اولشون رو داشتن با عموم مردم به اشتراک میذاشتن و خیلی جنجال برانگیز شد خیلی ملتهب شد اوضاع و همین هم هم خود دولت هم کلیسا تقریبا به خودشون اومدن و بیشتر مردم رو جدی گرفتن بیشتر این اعتراضات رو قبول کردن و همین آروم آروم باعث شد که بیاد به سال 96 برسه و دیگه آخرین مدرسه توی فکر میکنم ساسکاچوانه سال 96 بسته شد دیگه گفتید آره. گفتی توی صحبت گفتی ساسکاچون گوره. آره. اون گوره, اون گوره, بود ساسکا. آره ولی فکر کنم آخرین مدرسه هم توی ساسکاچون حالا باز میخوام اگه ای که اینو ها در اشتباه میگم در سال 98 آخر به طور خاص به خاطر نقشش کلیسا تو نظام مدارس شبانه روزی ابراز تاسف کرد و از مردم اسخایی کرد در همین ولی حداقل چیزش کرد اکنالیزش خاصی... کرد تصدیق آره کرد آره تصدیق کرد تو سال 2008 هم نخست وزیر اون موقع استیون هارپر و بعد هم حالا 2017 جاستین ترودو که نخست وزیر فعلیه باز هم اینا اسخای کردن اسخای رسمی کردن از طرف هم دولت و هم حالا رهبران احزاب مختلف و آره جاستین ترودو که خب خیلی نسبت به هارپر حالا نظر شخصی می‌آید این این هیچ شاید شاید اشتباه باشه خیلی بهتر با این قضیه هم برخورد کرد هارپر آخر ریسیست بود یه جورایی با ایرانی آه آه ها مشکلاش علنا مشکل میگفت یعنی کارش نمیشه کرد یعنی همینی که مثل مثلا خیلی اره آره ترامپ بود قشن تو حزب... بودی؟ حزب اون شنیده بودیم بود اوالش خیلی آدم عجیب بود. آره بعد یه پیام دارم برای هارپر این انتخابات قبلی که شده بود روی این استوب ساین زیرش اسم هارپر رو میذاشتن گفتن استوب هارپر چون کانسرویتو امکان داشت ببرن اسم آقای هارپر رو من ازش دفت کنی اه ولی آره ولی جامعه بومی کانادا به نسبت از رفتار و حالا برخورد دولت ترودو و شخص خود ترودو خیلی راضی ترن و خیلی آینده بهتر و روشنتری برای خودشون میتونن متصور بشن ولی الان هم میبینیم دیگه تقریبا هم این انتخاب که پیش رو هست بیشتر بیشتر چیزا تمرکز آره بیشتر تمرکز این نه 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 چه تمرکز انگلیسی شو بگو نامزدها نامزدها نامینی ها روی این روی این مطلبه یعنی توی وعده اینا خیلی از حمایت حد اکثری خودشون نسبت به این جامعه اینا صحبت میکنن و از پلناشون میگن و اینا که خب خیلی خب نبوده حالا یه لحظه لبه اینجوری کردی من خودم همین حسو داشتم ولی قبلا به این وضوح نبوده نه مهمه یعنی اگر که میگم همین که طرف داره تصدیق میکنه خودش یه ارزشی داره میدونی چی میگم خیلی جا اینطوری که همینی که از سفر دیگه همینم هم نیست من که این آره. کارو نکردم که میدونی و یه حرکت خیلی اسمی دیگه هم که همین چند ماه پیش اتفاق افتاد گاورنر اینو, اینو الان یه تو ذهن اومد نداشتم متاسفانه اسم شخصو ندارم گاورنر جنرال کانادا هم برای اولین بار آره فرماندار کل فرماندار کل کانادا هم برای اولین بار یک شخص بومی هست آره آره اون آره 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 آره. خانومه و اولین بار که ها... با اون یکی میرسه آره میرسه و این هم خب خودش خیلی چیز امیدوار کننده و مثبتی بوده و خب بازم این, این مردمی که این همه تا این سالها مورد اذیت از و آزار قرار گرفتن از هر نوعی میری سایمن میری سایمن آره یه کورسوی امیدیه این خودش مثلا خودش یه اسمشون عوض شده همه اسم آره اروپایی شده اسم فامیلا اینا آره. طی ام آخرین آماری که موجوده تا سال 2017 دولت کانادا روی هم رفته حدود 3.1 و یک دهم میلیارد دلار یا بیلیون خسارت به بازماندگان پرداخت کرده و کمک و اخیرا هم کمک کرده بنیادی تخصیص بشه به نام بنیاد شفا بخشی بومیان و یک کمک از اینه 350 میلیون دلاری بهش تخصیص داده راه اندازی پروژه های شفابخشی برای آسیب دیدگان آسیب دیدگان اون دوران که آزارهای روحی جسمی و جنسی رو متحمل شدن از شما درد نکنم آره. خب این که اپیزود بدی بود یعنی سخت و طاقت فرسایی بود خیلی. اپیزود تو هم احتمالا زیاد یه جالب بگم بعد بر... بریم جالبه یه آقای 84 ساله تو آلمان خب جدیدن محکوم شدم به پرداخت 300 هزار دلار جریمه به خاطری که یه دونه تانک مال دوران جنگ جهانی دوم نازی رو تو بیسمنتشون قایم کرد نه یه تانک هفتاد تا رایفل هزار تا تیر و مقدار نامعلومی تفنگ کلت اتوماتیک و سمی اتوماتیک رو داشتن <applause> و آره گذاشتن توی بیسمنتشون داداشمون <تصف> <applause> نمیدونم برنامه چی بوده ولی با این امکانات میتونست <applause> آلمان رو بگیره یه که هاش میتونست همه رو مجهز کنه دوباره برگردونه به همون آلمان صاحبه خب موزه دیگه الان صد درصد عکسش بود داشتن چیز میکردن تو میکردن تانکو بعد تانک تمیز ها اینطوری که هر روز میاره با ویندکس میشد سطحش صد درصد تانک تمیز آره خلاص خواستم بدونید که <تصفح> همچین چیزهایی وجود داره هنوز و همچین آدمایی هستن ما به خاطر اینکه زیق وقت داریم چی میگه؟ بله. وقت زیق داره با. وقت زیق <applause> داره؟, <applause> داره, <tصفيق> <tصفيق> <applause> <tصفيق> 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 داره. در زیق وقت وجود داریم ما اپیزودمون رو میخوایم ببندیم ببندیم اپیزودمون رو ما توی تمام فضای مجازیمون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشین توی تمام فضای مجازی میتونیم به ما مسج بزنین تا اونجا که بشه ما پیام ها رو میخونیم و تا جایی که بشه جواب میدیم ما میریم و پنج شنبه با اپیزود فرزاد برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خیلی هم احترام